بالاخره دادگاه حکم طلاق داد، خیالم راحت شد. امروز میاد اساسیه‌اش رو ببره. پس یعنی همه چی تموم شد؟ بله دیگه تموم شد. نمیخوای دوباره سعی کنی؟ سعیمونو کردیم دیگه دکتر. اینا رو بگیر. آروم باش. آرومه؟ خوبم. تکیه بده. بله. به حالت ریلکس بره. چشم. الان بهتری؟ بله خوبم. گفتی که جفتتون طلاق رو پذیرفتی، درسته؟ آره دیگه. خوب شد بچه دار نشدی. نمیخوای قرار مشاوره برات بذارم دوباره؟ نه دیگه دکتر، میخوام فراموشش کنم. تو این یه ماهی که خونه نبوده دیگه حسابی به همه چی عادت کردم. فقط الان مشکل بیخوابی دارم. خوابم نمیبره، نمیدونم چی کار کنم. این که مشکلی نیست. یه قرص بهت میدم، خودم ساختمش. شبیه یه دونه از این میخوری؟ راحت میخواب. دستتون درد نکنه. اسمش چیه؟ این اسمش مونسه. نمیدونم چرا زنم با این لج بود. فکر کنم یه نامردی بهش گفته بود توتی خوشیوم نیست برای تو خونه، خوب نیست باشه. بیشتر ولی فکر کنم بهش حسادت میکرد. تو که روزنامه نگاری و روشن فکری، چطور نتونستی روی زن تأثیر بذاری؟ شما که خودتون روانشناسین دیگه، زنها رو میشناسین. خرافاتی که بشن دیگه هیچی جلو دارشون نیست. کجا؟ دیگه فکر میکنم وقتم تمومه دیگه، باید برم. قرصاتو فراموش نکن. دست درد نکنه، امیدوارم نتیجه بده. نسیم خانم چرا اینجا کف عوض میکنی؟ آقای شهرزادی شما که مامان منو میدونین چی میگه. دختری که پوتینای گنده بپوشه که دیگه دختر نیست. بله. با اجازه. آقای شهرزادی ببخشید کوله من دست شما باشه، بعد من بیام ازتون بگیرم. برای چی؟ مامان من که میشناسین راجع به دختری که میرن کوچی میگه. آه این چقدر سنگینه. منیژه خانم چطوره؟ ممنون خوبه، بفرمایید. دختره چرا اینجوریه؟ دیدی؟ از وقتی منجه رفته یه جورایی شده. من اگه جای مامانش بدم اینو فوری شوهر میدادم بره. خلاص خلاص خلاص. اینم من بله. الو سلام. سلام علیکم. سلامی میخواست با تو صحبت کنم. بله بله. مطلب تو خوندی امروز؟ آره آره ولی هنوز باز کن صفحه اولو. مطلبت کولاک کرده. همینجوری ادامه بدی تیراژ رو میبرم بالا. قسمت مدیرم سریع بفرست که حق و تحریرت از همین الان دو برابره. سلامت کن. نه دیگه از این خبرها نیست. بیاین تو لطفا. از این طرف. از پتوهای داخل کمد استفاده کنید واسه وسایل شکستنی. به پا آقا. وایسا اینا.
به هیچی دست نمیذارین. خانم شما فقط میتونی جعبه رو ببری. لخت و پتی اومدی تو این خونه، لخت و پتی هم میری بیرون. فهمیدی؟ با شناخت وسیعی که نسبت تو داشتم، من فاکتور همه این رو دارم. پس اینه. پولا رو من میدادم، فاکتورا به اسم شما میخورده. دستون درد نکنه. اما من واسه خرج مهر محبتم، واسه خرج این همه احساس زلالم فاکتوری ازت نگرفتم. ببین خانم، ازدواجی که با دعای مهر محبت پا بگیره به درد عممون میخوره. فهمیدی؟ آره بابا، تو راست میگی. اشتباه از ما بود. این چیزا رو آدمای طبیعی اثر میکنه، نه آدم بی احساس بی عاطفی مثل تو. خبر نگار عکسای ازدواجمون کجاست؟ بده میخوام پارش کنم. بده حوصله ندارم. بده میخوام پارش کنم. لازم نیست زحمت بکشی. اونا رو ما پیش خودم انداختم سطل آشغال، یه توف هم انداختم روش. خیال دراحت شد. تو عکسای ازدواجمون بس کن. حالا بس کن. خودتو لوس نکن. برد هرچی میخوای ببر. ببریم بابا. برد و ببر. ببر هرچی میخوای. وقتی باهات حرف میزنم به من پشت نکن. به من دست نزن. ما الان نامحرمیم خانم. من این دی سیقه طلاق خوندن تموم شد رفت. بعدم بفرمان این قلاده رو بنده گردن خودت. اینم بگیر. دعای خوشبختی رو بنده گردن خودت. من دیگه نمیخوام روزگارم سیاه بشه. روزگار تو سیاه هست. احتیاج نیست من کاری بکنم. بدبخت. بسه دیگه. چرا اینقدر بد و بیرا میگه؟ حیوان 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 خرمون منجه است که شوهر به این خوبی رو از دست داد. الان شوهر خوب دیر نمیاد که توخ میشه ملخ خورد. همه دنبال شوهر خوب. نسیمو دیدی؟ از وقتی منجه رفته چه گیری داده به من. مادرش هم مثل که بعدش نمیاد. با اجازه. البته ببخشید میونه این طلاق و طلاق کشی اصلا وقتش نیست، ولی گوشیم تو کولیم. بله. کجاشه؟ کلش. خیلی سخته. میدونم. البته یه چیزی هم بگم. در حال حاضر در جامعه ما از هر 5 ازدواج یکیش منجر به طلاق میشه. نصف برتره که مادم اینو بشیدم. کارا بیبار یا آب بگی تو سر من. تمام موام کس خورد و سوخت. برو تو. چه خبره؟
اگه اینا بدونن اون گزارشتو نوشتی آرومت نمیذارم. حرف حسابشون چی حالا؟ دنبال حال تو سون دوانه نویسن دیگه. آن نگی من مطلب نوشتم. برو به کارت برس. سلام. سلام. خوبی؟ سلام بچه. سلام. خوبی؟ اوله دور هاشتی. آدرس این فالگیره رو فما میدی؟ شما شماره فما میدی خانم. احسان اضافه بود. دیگه. دیگه. این امروزه؟ بله. چطوری کچه؟ شکر گلاری. بالاخره تو هم تو پلیس شدی؟ دیگه نون خوردن دیگه چیکار کنم؟ اینم آخرین کاریکاتور. واقعا گلابی شده که اما گلابی نیم؟ واقعا که امو دست درم آقای سلبری با تو کار داره من قطعا زیر سایه برادرهای نیروی انتظامی ما از چیزی نمیترسیم. آقا یه سری از این نیروهای خود سر اومده بودن همون تهدید به انفجار و اینجور مزخرفات و اینا میکردن. بله من خواستم اطلاع بدم. در حقیقت احساس نگرانی کردیم گفتیم از شما کمک بگیریم. آقا من خودم گرگ بارون دیدم اون موقع که خط اول جبهه بودم. میزنی چای بیارین لطفا. یه دقیقه گوشی ببخشید. آقا عرض میکردم خدمتتون این تهدید واسه من دیگه ترقب و فشفشه است. بله 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 شما لطف کنین برادرها رو بفرستین قربون شما. بله بله چش چش قربونش. بله چش چش من خبر مشکوکی شد و شما خبر میدم قربون شما. خدا نگهدار. چقدر حرف میزنه؟ چیه کسی تهدید کرده؟ آره اما تو نگران نباش کارتو بکن. این اتفاق رو بذار گردن من. فقط بالا غیرتن احسان انقدر دنبال تحقیقای خیالی نرو. برو سراغ واقعیت. اصلا واسه ادامه گزارشت برو قاطی مردم. الان چرا نمیری دم در با هم دیگه جلو در جمع شدن حرف بزنی؟ بعدم بهشون بگو اگه همکاری کنن آدرس یارو دانویسه رو بهشون بگو. ترسیدم. بفهمی پشت در من چیکار میکنی؟ منیجر نیدین این برا؟ منیژه خانم؟ بله. این کارا چیه؟ منیژه خانم رفته. بیمیری مامونم کارتون داره. چیکار؟ کنم بخواد بیرونتون کنم. منم اومدم اینجا کیو بهتون بدم که حواستون جمع باشه. کسی خونه نیست؟ نه نیست. آه. البته من خودم هوا تو دارم. بریم. یه لحظه باشه. حالا شما چرا هوای منو دارین؟ ببخشید یه لحظه. واسه اینکه شما هم هوای من داشته باشین دیگه. آها برای اون ماجرای کولی و کونوردی. نه بابا واسه این درس انسان شناسی. یه روزم سر کلاسش نرفتم. بعد به استاد گفتم مامانم مریضه. بعد سر ساعت کلاس شما ببرمش دیالیز. حالا واقعا مریضم؟ ای خدا نکنه این درسه رو نرممه. حالا استادم گیر داده به جای غیبت هم براش تحقیق ببرم. خب من باید چیکار کنم؟ واقعا حق داشتی منیجه خانم طلاق گرفت. بابا من میخوام این گزارش های شما رو کم و زیاد کنم جا تحقیقه بدم به این استاده. نه اینو من فهمیدم. فقط این استاد شما روزنامه نمیخونن؟ اونو شاید ولی تحقیق که حال ندارن بخونن. همینجوری وجبی نمره میدن. بفهمی. یا الله یا الله. سلام. ببخشید. سلام. سلام. خیلی خوب. سلام. بفرمایید بشینید میخوام دو کلام با شما صحبت بکنم. مرسی من کلی کار دارم باید برم. بفرمایید. ببین آقا احسان من اصلا دوست ندارم تو زندگی کسی دخالت بکنم. همه هم میدونن که شما از خانم جدا شدی. تو این اوضاع و شرایطم دلم نمیخواد خونم و دست یادم مجرد بدم.
باشه، اگه لازم باشه خونه رو خالی میکنم. امری نیست؟ ای راستی آقا احسان، مطلبتون رو تو روزنامه خوندم، وای خیلی جالب بود. مامان آقا احسان یه مطلب راجع به جادو جنبل نوشته بود، شاهکار. بذار برم بیارم ببینم. البته چیز خاصی هم نیست بند. بیا بگی بشین. الان وقت این حرفا نیست. عجب گرفتار شدیم ما. چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ آره می‌بینی؟ دختر به این خونگرمی مادرش اینقدر گوش تلخه. بله. اصلا به تو چه ربط داره من زنمو طلاق دادم ها؟ تو مردی برو جلو دخترت نسیمو بگیر. آره؟ نسیمو بگیر. برم نسیمو بگیرم. داریشم بخندی بگی خیلی خرید. خیلی ببخشید، من اگه قرار باشه اینجا رو تخلیه کنم یه ما فرصت میخوام. زودتر از یه ما نمیتونم تخلیهش کنم، چون اجاره یه ما هم دادم دیگه. نمیدونم مشکلی هست تشریف آوردین؟ البته پول شارژم میمونه، اونم اگه بخواین الان میتونم بیارم. مادرت اومده بود خونه تو رو ببینه، نبودی. یه نیم ساعتی هم پشت در نشست، هرچی تعارفش کردم بیا تو نیومد. خیلی هم نگرانت بود، مثل که فهمیده زنت تو رو ترک کرده گذشته رفته. بهش گفتم اصلا نگران نباشی، ما هواشو داری، برای خونم اصلا ابدا خودتو ناراحت نکنی. حالی که نشستی سر جات. خیلی خریب. به این حیوانت هم یه ذره اگه ادبیات بدی بد نیستا. بله. آره. بفهمید. دست شما درد نکنیم. تو رو خدا. با اجازه. یه در بیاد. عاشقتم. اگر میخوای این یکی رو مثل قبلی ها بپرنی، نه من نه تو. فهمیدی چی گفتم؟ بله چشم. برو دیگه خودتو لوس نکن. بفرمایید. دستون درد نکنه. بفرمایید. نه. مامانم اجازه نمیده بیام خونه یه مرد مجرد. راستی مامانتون چشون بود، یه جوری شده بودن. من یه کمی شیطنت کردم. یعنی چاره‌ای نداشتم که این تنها راه حلم بود، چون جدی داشت پول پیشتون رو جور میکرد. من فکر کردم یه کم احساس مادرانه به من پیدا کرده. مادرانه که نه، ولی مادر زنانه. راستشو بخوای دستم خسته شده، دوست داری تا من کار دست خودم ندادم یکی پیدا بشه منو بگیره. شوهر نفهمه عوضی. این چیه؟ من فکر کنم این دختره یه گندی بالا برده، دارن یه جوری بندش میکنم بریشم. نترسید آقا، من نماینده قانونم. قبل از ورود خیلی در زدیم، اما شما در رو باز نکردید. بله، ببخشید، من زنجیری در رو انداخته بودم، چجوری اومدین تو؟ هیچ دری نمیتونه روی قانون بسته باشه، ما حکم قضایی داریم. حکم قضایی چیه؟ من کاری نکردم قربان. شما فعلا متهم به مباشرت در کلاهبرداری هستید. برای چی؟ به خاطر گزارش‌های تبلیغی‌تون درباره یک دوانویس. من وظیفه دارم با حکم قاضی خونتون رو بگردم تا ببینم همکاری شما با این شخص تا چه حدی بوده. اینم برگه احضاریه دادگاه. بله.
شما باید فردا تا قبل از ظهر به دادگاه بیاید و به سوالات بازپرس پاسخ بدید. صدفان اصلانی. بله قربان. اینجا رو بگرد. بگردی. قربان چیزی پیدا نکردم. این زیرم بگرد. چیه؟ بله این نمیدونم، من اینو اولین بار دارم میبینم. فکر میکنم کار زن سابق هم باشه. این مقدار خرافاتی هم. این عکس برای قاضی باید جالب باشه. قربان اینو علایی کتاباش پیدا کردیم. اینو چی میگی؟ خب این همین چیز هست دیگه. این تلسمه هست، کار خانم همه. این لای کدوم کتاب بود؟ هارد کامپیوترشو باز کنی تا با خودم ببریم. بله قربان، داریم همین کارو میکنیم. احتمالا باید چیزهای جالبی توش باشه. آقا اینو مراقب هاردش باشین، این صدمه ببینه بد سکتور میشه. نگران نباشید، من کار خودمونو بلدم. بله این نوشته ها چند ساله توشه، بکاپ هم ازشون ندارم. دستون درد نکنه. چیه؟ آها تو چی داری بگی؟ خیلی خرید. اونه؟ خیلی خرید. نه تو بعد چیه؟ آقاست. خر چیه؟ بگو بگو آقا. ببخشید آقا، ببخشیدش. این زبون بسته نمیدونه چی میگه، فقط حرفا رو تکرار میکنه. بگو آقا. اما این پرنده خیلی هم زبون بسته نیست. چرا آقا؟ این توتیرم با خودمون میبریم. ده ممکنه خیلی حرفا برای گفتن داشته باشه. آقا چرا ناراحت شده؟ میگم این فقط حرفا رو تکرار میکنه. اتفاقا ما هم دنبال حرفای تکراری دیگرونیم. ممکنه از تو همین حرفا یه سرنخی بتونیم به دست بیاریم. دقیق میکنه آقا من پیشش نباشم، گناه داره، اذیتش نکنه. فردا که بیای هم هارد تو هم توتی رو میتونی با خودت ببری. البته اگه قرار بازداش برای صادر نشه. کار ما دیگه تمومه. بریم. مونس رو چرا بردن حبس؟ کنم درس انسان شناسی من افتادم. شما کار زندگی نداری؟ میگم حالا شانس رو بردیم، امیدوارم خونه نبود این همه پلیس رو اینجا ببینه. والا 100% از دامادی خلعت کرده بود. اونجا رو نگاه. کجا؟ بدون اصلی خانم. وای اینجا رو دفترچه تلفن منیژه خانومه. مثلا تلسم خوشبختی میده. دیگه تلسمم تقلبی شدن. بله. وای این مثلا شمایی. بله. احسان منیژه. هنوز تو این چند سال چقدر انوگو بخورده مونده. آقا احسان. چه؟ منو فردا با خودت ببر دادگاه. برای چی؟ میدونی من از بچگی عاشق خبرنگاری و اینجور کارهای دردسردار بودم. نه نمیشه خانم، اونجا همه جور آدم هست، نمیشه همجوری سرتونو بندازیم اونجا قدم بزنیم برای خود. ببخشید گفته بودن قبل از ظهر خدمتتون برسم. قربان. سلام. سلام. این خانمم احضار شدن؟ نه ایشون همراه هستن. من دوست داشتم ببینم.
خانم بفهمید بیرون نمیشه. میخواییم بازجوری رو شروع کنیم. بفهمید آقا. نمیشه. بفهمید. مزدود نه. شما میدانید خرافه پروری و رمالی مصداق کلاهبرداری است؟ بله میدونستم. پس چرا باعث ترویج این خرافات شده این؟ من همچین کاری نکردم. اما با نوشته هاتان در این روزنامه همین کار را کردید. چرا؟ درست خانم؟ بله درست آجان. من قصدم این بوده تو قسمت‌های بعدی گزارشم بگم با این خرافات مخالفم. این نتیجه گیریش این می‌شده. اما شما جوری نوشته اید که انگار وجود دارد و آدرسش در جیب شماست. ببینید قربان، من توی نوشته‌هام از تکنیک داستان نویسی استفاده کردم. یعنی یه مقدار واقعیت رو با تخیلات قاطی کردم. یه مقدار دست بردم تو واقعیت. اما خواننده های شما قصه های شما را باور کرده اند. من اینجوری ننوشتم قربان، مردم اینجوری دوست دارن. دوست دارن همچی کسی وجود داشته باشه. تقصیر من نیست. پس شما هم مثل خیلی از همکارانتان بدون اینکه واقعا خبری باشد برای خود خبر میسازید. درسته خانم؟ بله حاج آقا درسته. نه قربان، ببینین من اولین بارم بوده که این کار انجام دادم، همیشه واقعیت رو نوشتم. این بارم میخواستم ببینم نتیجه چی میشه که مثل این که خیلی جواب داده. اما شما با همین مقدار از نوشته هاتون به وجود یک دعانویس خبره که مشکلات مردم رو حل میکنه اشاره نموده اید. چرا؟ این آدم وجود دارد یا ندارد؟ نه وجود نداره. ببینید آقا، اگر آن آدم وجود ندارد، شما متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش از آن عمومی هستید. و اگر وجود دارد، شما متهم به مباشرت در کلاهبرداری هستید. در هر دو صورت مجازات سنگینی برای شما در نظر گرفته شده. خب حالا چه خاکی باید تو سرم بریزم؟ من نمیدانم چه خاکی به سر خود بریزید. فقط اگر آدرس آن دعانویس را به ما بدهید شاید کمی از مجازات شما کاسته شود. آقای قاضی، آقای محترم، من میگم اصلا همچین کسی وجود نداره. خود دانی. فعلا قرار منع خروج از شهر را برای شما صادر میکنم. تا زمان تشکیل دادگاه حق خارج شدن از تهران را نداری. از حالا تا 3 روزم به شما مهلت داده میشه آدرس اون دعانویس را به ما بدهید. و سلام. شما کفتر دارید؟ نه خیر، توتی هستم. شما می توانید از اتاق 13 کفتر و هارد خود را بگیرید. توتی. بفرمایید. چی شد؟ بریم برای تعریف کنم. چیزی که تو این شهر زیاد فالگیره، یکیشونو به این قاضی معرفی کنیم بره دیگه. نمیشه آخه بابا، این که کار درستی نیست آخه. این کاری که فالگیرا و رمالا میکنن درسته که کار ما درست باشه. ما به کار اونا چیکار داریم؟ بیا اینجاست. سلام علیکم برادر. سلام. سلام خوبه. ببخشید گفتن هارد و توتی مو بیام از اینجا بگیرم. شما آقای احسان شهرزادی. آره از صبح منتظرتونیم. چه خوب شد اومدید. بفرمایید. اول این دو تا رسید رو شما امضا بفرمایید. بله. اینم چیز آقاتون، هاردشون صحیح و سالم تحویل بگیرید، رسید بدی. اینم توتی، سر و مر و گنده، صحیح و سالم. این چرا اینجوریه؟ از صبح بیتابی میکرد، دیگه کم کم داشتیم میفرستدیمش دامپزشکی. ببخشید اصلا هم افت کلام نداره. همش هم میگفت باشت خیلی خری خیلی خری. ظاهرن چیز دیگه یادش ندادید. نه بابا حاج آقا، باور بفرمایید نیتش خیر بوده. این منظوری نداشته که بارها شده به خود من این جمله رو ادا کرده. مونس مونس بابا بلند شد. مونس جان بابا، من گفتم این دق میکنه، اذیتش کردین. حل نکنید، طوری نشده خانم. چی طوری نشده؟ این افتاده داره تمام میکنه. اینجا خیلی خودشون به در دیوار میکوبن، قش میکنن، ضعف میرن، ولی در عوض وقتی میرن درمانگاه زندان با یه قنداق سر حال میان. بازم میگم حل نکنید. بله ببین، من یه کلینیک دامپزشکی میشناسم، دکترش درجه 1ن، اگه به جامی رسوندیمش اونجا. نمیدونم این واکسناش من زدم ها. بسی توتیه نره یا ماده است؟ ماده است. از کجا فهمیدی؟ شنگ معلومه دیگه، دقت کنی مشخص. من خیلی دقت کردم، ماده اصلا معلوم نبودم.
چیکارش کردی اینقدر استرس داره این؟ خب حالا چیکار باید بکنیم؟ باید یه ماده براش پیدا کنیم که اونم امکان پذیر نیست. وا چه جالب پرنده ها هم، یعنی جفت ماده واسه ماده؟ من نمیدونم کی گفته این ماده است؟ این نره؟ از صاحبی که ندونه جنسیت پرنده است چیه دیگه از این بیشتر انتظار نمیره. بله ایشون نره هستن. چطور نفهمیدی آقای شهرزادی؟ یکم دقت میکردی میفهمیدی؟ خیلی خوب داشت، حالا ما اینو باید چیکارش کنیم؟ هیچی، یکم یه هزینهش بالاست. باشه هر چقدر باشه من میدم. باشه بذارید پیش ما بمونه تا یه دوره درمون فشرده براش ایجاد کنیم، بلکه انشالله بهتر بشه. من دارم میرم دفتر روزنامه، ولی اگه بخوای شما رو تا خونه میرسیم. نه بابا اول میبرم یک از این پارک‌های توی شهر، کارت دارم. وسط این همه گرفتار بریم پارک چیکار کنیم آخه؟ میخوام چند مدل از این رمالا و فالگیرا رو ببینی، یکیشو به این قاضی معرفی کنیم دیگه. ای تلس با بگی دستت، ایشالا داغ عزیزتا نبینی. سه تا آرزویم به این تلس بکن، بگو یا ابوالفرس. واسه چه؟ بگو دستم پیش کس و ناکس دراز نشه، با نیت پاک و عقیده صاف. 5000 تومن بذار کف دستت، بگو یا ابوالفرس. 5000 تومن؟ آبا چه خبره مگه؟ تو درآمد چقدره؟ یه روز 10 تومن، یه روز 6 تومن، چیزی نمیشه. من 5 تا بچه دارم. چرا فقط فال زنا رو میگیری؟ مگه مردا رو نمیشه کف دستشونو بخونه؟ فمینیسته. فمینیست فمینیست نکن، هیچ فرقی نمیکنه. یه بار کف دستی آقای خونده 10000 تومن بهم داد. چرا؟ بنه کمه بود و نبود و شرختم رو دایره براش. گفتم با زنت داره میری کانادا، زنت هم داره امتحان تافل میده. تو مگه تافل میدونی چیه؟ نه هم شما میدونی. خیر که دیگه نیسته، زبان خارجی. شوهر دارین؟ پس پنجتبه چی ها؟ از تو تخم مرغ داره برده؟ نه منظورم اینه که کجا سلان چی کار میکنه؟ رفته گور مرگشو پیدا کنه، رفته سر قبر آقاش. من چه میدونم کجای؟ شما هم تا 2 زمان دیگه سر بد بمیشی، روزا 1 شنبه و 3 شنبه برات آمد نداره. حالا بیا این ور. کجا؟ بسارو ورته تا برات بگم. خوب بود دیگه همونجا. خب حالا 5 شنبه بذار که به دستم تا بقیهشو برات بگم. 5 پونسیتومه؟ آخه مرده سر پونسیتومه این داره زمان پوله، یه ساعته دارم تالتو میگه. درآمدت اینجوری خیلی میره بالا. باشه گوره پدر زره، پونسیتومه دیگه بذار روش تورد دیگه. عباری کلا این تلسومه گی دسته مرده مردهی پوله رو گرفت عوض شد. آتیشت مردم سوزونده، میگه توش خودمون سوز درش مردم. تو اونطوری هستی خوشحالت میکنه یه بارفت بگو یا خدا. یا خدا. یه 500 تومنی هم بذار کف دستی زنه تا برای اونم بگم. اینو بده به من. بیا این وقته. حالا حتما باید جا به جاشی. بسه رو ببینم دختر جون. ببینم یه 500 بده بینه. آباری کلا این تلسون بگی دسته. خب بذار کف دستی در رزر زنی بری شیر دلاوری. یه اولاد شیطان تو را داری خوشحالت میکنه خدا. بگو یا ابوالفضل. یا ابوالفضل ما اصلا زن و شوهر نیستیم. اینو الهی ذلیل نشدی چه زرنگه؟ الان زن و شوهر نیستید، پس فردا که زن و شوهر شدید من برم پولم از کی بگیره؟ به درد قاضی میخوره. بله دکتر، روز به روز حالم داره بدتر میشه. یه فکری بکنین، بیرون دیگه دارن مسخرم میکنن مردم. داروهای قبلی رو قطع کن، از این بخور، خودم ساختم با تاثیر بیشتر. Thank you.
چطوری علی آقا؟ شرمنده آقا احسان. به من گفتن امروز نذارم شما وارد ساختمون بشی. کی گفته؟ نمیدونم. یعنی میخوای من با سردبیر تماس میگیرم خودتون باهاشون صحبت کنید. من میرم خودم صحبت. نه تشریف از همینجا میرم صحبت میکنم. زنگ میزنم از همینجا. بفرمایید. بزن. الو سلام، من از نگهبانی تماس میگیرم. آقای شهرزادی همونطور که گفتین من دوشون ندادم، بعد الان خودشون اونجا تشریف. گوشی گوشی با خودشون صحبت. الو سلام. باشه. چی میگه علی آقا؟ باشه که منیجر کاریت ندارم. چیه؟ باور کن کاریت ندارم. خب چی میخوای؟ فقط ازت کمک میخوام. خب ول کن، یا قرار ول کن، کمکت میکنم. چقدر میخوای؟ پول نمیخوام. قول میدی که کمکم کنی؟ آره عزیزم بابا ولم کن دیگه. چیه؟ اگه داد نزنی ولت میکنم. بیا من داد نمیزنم. بیا بگو چیه؟ چند وقت گذشته رفته. کی؟ زنم. به من چرا داره زنت ولت؟ چند وقت از زنم جدا شدم. اینو میفهمی؟ خب منم جدا شدم. دستدار نیست. هر شب میاد تو خوابم منو مثل سگ میترسونه. هر کاری که بگی کردم تا دیگه تو خوابم نیاد. نشد که نشد. حتی رفتم دادگاه دست شکایت کردم. قاضی بهم خندید و منو از اتاقش انداخت بیرون. حق داشته. من شاهدم دارم ها. تو خواب چند نفر دیگه هم به غیر از من رفته. جون عزیزت بهم رحم کن. نکنم باز زشت. موام. یانه الکان. بشین بابا اینجا، بشین. آقا کی منو به شما معرفی کرده؟ تو دیگه معروف شدی بابا، همه عالم و آدم تو رو میشناسن. آخه سرم کنن که. تو رو خدا آدرسشو بهم بده. چرا ما ببین اگه آدرسشو بهم بدیم میتونم برم باطل و سیرش از خودش بگیرم، از این وضعیت کوفتی خلاص شم. ول کن آقا جان، تو روانی، بعد آدرس روانپزشکو بهت بدن. حالت خوب نیست. باشه. پس اگه بلای سر خودت یا خانواده‌ت اومد پای من نیستا. برو آقا، من هیچ کسی ندارم. برو هر غلطی دوست داری بکن. اه اون دختره چی؟ اونم برات مهم نیست؟ وایسا ببینم. آقا آقا بسم الله الرحمن الرحیم. آقا الو سلام نسیم خان، الان شما دقیقاً کجایین؟ خب خدا رو شکر. پس بی خبر از من جایی نری. بابا یه گل بده. بیا یه دونه بده. همینه بده. بله من نیلوفر مظفری هستم. بله بفرمین. من از خوانندگان مطالب شما هستم. خب میخواستم همین الان شما رو ببینم. شما رو من از کجا گیر آوردی؟ اجازه بدی شما رو ببینم. حضورم همه چیزی به شما میگم. خانم ببین من گرفتارم. الان وقت مصاحبه با هیچ کسی ندارم. آخه من یه مقدار از اون دانه‌نویسی اطلاعات دارم. گفتم شاید به درد شما بخوره. خب همچین کسی اصلا وجود خارجی نداره. شما اجازه بدی شما رو ببینم. مطمئن باشید که ضرر نمی‌کنه. خیلی. ببین خانم شما دفتر روزنامه رو بلدین؟ بله. کوچه پشتش یه پارک هست. تو اون پارک من روی یک نیمکتا منتظرتون هستم. یه نشونی؟ یه چیزی از خودتون بدیم به من؟ یه دسته گل دستمه. من منتظرم.
سلام. سلام. من با شما قرار داشتم؟ آره. خوب هستین؟ بفرمایید. من در خدمت. بفرمایید. امرتون. امرتون. تو خواستی منو ببینی؟ من؟ آره، جنابانی. ببخشید من با شما همین الان تلفنی صحبت نکردم؟ نه خیر. آه خب پس فکر میکنم اشتباه گرفتی. نه خیر اشتباه نگرفتم. تو خودتی احمد رضا. ما یه ماه داریم با هم دیگه چت میکنیم، دیشبم کلی التماس کردی که اینجا منو ببینی. خب منم اومدم، خودت با هم قرار گذاشتی، حتی بهم گفتی که این دست گلم دستته. حالا اگر نمیخوای اوکی من میرم. شما خانم نیلوفر مظفری که نیستین؟ نه خیر بس کن دیگه، من نرگسم. نرگس؟ بله بله. من فکر میکنم شما با اون آقا کار داشته باشین. گلم دستشون هست. ای وای نه. چرا فکر کنم؟ شما چیزی نگید. جانم. سلام. سلام. ببخشید شما یه خانم جوان که شال آجری سرش باشه اینجا ندیدین؟ نه خیر ما همچین کسی رو اینجا ندیدیم. ای بابا. بیچاره. خب شما قبل از اینکه قرار مدار بذارین چرا عکساتون رو برام ایمیل نکردین؟ یا مثلا با وبکم؟ آدم هرچی مبهمتر جذابتر. تو دوستی های اینترنتی میشه کلی خالی بس. مثلا همین آقا رو دیدید؟ این به من گفته بود که 33 سالشه، در صورتی که دیدید که جای بابای من بود. چه صافه. حالا کی شما رو اینجا سر کار گذاشته ها؟ احسان شهرزادی شما هستی؟ بله بله خودم هستم. سلام. جالبه انگار شانس شما بهتر از شانس من نیست. ببخشید این خدمت شما باشه. بهتون پیشنهاد میکنم اینو تقدیم کنید به هاش خانم، رمانتیک تره. من مزاحم شما شدم؟ بله؟ نه نه برای منه؟ خیلی ممنون دست شما در نکنه. من یه کار خصوصی با شما داشتم. ای بابا بفرمی. نه اینطوری نمیشه، باید حتما شوهرم حاجی اونم حضور داشته باشه. آفرین. خب حاج آقا کجا؟ چند سال پیش من رفتم پیش همین دعانویسی که شما دارین داستانشو می‌نویسین. تا من ندید گفت تو تلس شد. من نمی‌بینی؟ منم فوراً از کیفم یک مقدار پول زیادی در آوردم گذاشتم کف دستش. بهش گفتم تو رو خدا یه کاری بکن که من از تلسم در بیام. یک دفعه همینطور که وایساد بودم دیدم تلسم اومد تو دستش. به من گفت که از بم از قبرستون اونجا ورداشتن برای من آوردن. کیا؟ معلومه دیگه جن آورده بودن. آه برکلا. آخه یه عده جن براش کار میکنن، گذاشته بودن زیر فرشی که من روش وایساده بودم. چیو؟ مادر جون تلسمو. تلسمو؟ آه تلسمو. آره یاد. بعد یه کاغذی بود عجب عجب روش کشیده بودن و یه چیزایی نوشته بودن، گفت اینه همین الان از زیر یه مرده کشیدیم بیرون. آخه میدونی چیه؟ این فامیلای شوهرم مرتب برای من جادو جنبر میکنه. چرا؟ آخه میدونی شوهرم هم به من گفت که باید بچه دار بشیم، ولی من که بچه دار نمیشدم. آها بچه دار نمیشدین؟ این رماله کاری کرد؟ نه نه آخری اون موقع که این جادوگره رو من پیدا کردم یایسی شده بودم. آه. بعد میدونی چیکار کردم؟ به شوهرم گفتم که برو یه زن جوان بگیر. رفت یه زن جوانی گرفت، از اونم بچه دار نشد. حالا حاج آقا رو دکتر ببرین بعد دیست هم ممکنه مشکل داشته باشه. شوهرم هم تلسم کرده بودن. آره حالا من اومدم پیش شما از شما خواهش کنم اگه امکان داره ها آدرس این دعانویسه رو به من بده، من برم ازش خواهش کنم که شوهرم از سرشون در بیار. اینقدر زور نزن آش خانم، این بابا آدرس بده نیست. باشتا تو همونه دیگه ببینم این همونه. باشتا چی که دیوانه
چه کاری بود که کردی؟ خانم دیگه خواستم به من زنگ نزنی؟ فکر نکردی ما رو به کشتن میدی؟ مگه نمیشتم میگم به من زنگ نزن؟ ازت شکایت میکنم. چی میگی بابا؟ منم نسیمم. آها سلام، خوب هستی؟ کی بود؟ خانم سابق بودن؟ بله؟ هیچی بابا، شوخی کردم. میخواستم بگم امروز با مادام خونمون قرار گذاشتم، یادت نره بیایی. یا مادام دیگه کیه؟ یه فالگیر با کلاسه، با اون قبلی خیلی فرق میکنه. ببین بابا، اون دفعه قاضی فکر سر کارش گذاشتیم، یکی بود معرفی کردیم. این یکی فرق میکنه، کلاسش بالاست. های های سلام مادام. سلام. خسته نباشی. ممنون. ده نفر تکمیله دیگه. صحبه. سلام. سلام مادام. مهمونی مختلط امروز. مادام، من 9 نفر رو جور کردم، یه نفر مونده بود که اونم از پسر همسایه خواهش کردم که بیاد پایین. الان 10 نفر کاملا تکمیله. آها خیلی خوب. من کار دارم، باید برم. ماشین دفتر نگه داشتم، باید برم یه مجلس دیگه. بگین کاغذ و قلم همراهشون باشه، در ضمن نیازشون رو بدم. نیازاتون رو لطف کنین در بیارین. آره چی نیاز چیه؟ منظورش هم نیاز همون پوله. پپر جون شما اولین نفر پشت برو تو. بچه رو بسات چون همینجا پهن نکرد. به خاطر اینکه مادام به حریم خصوصی آدم ها احترام میذاره. ممکنه یه چیزایی بگه از گذشتت، آیندت، که دلت نخواد کسی بفهمه. بعد کاغذ قلم برای چی میگه؟ خب واسه اینکه هرچی میگه تونتون بنویسی تا یادت نره. حوصله تکرار حرفاشو نداره. فوق‌العاده بود. گفت 63 تا 94% بچه‌م پسره. چقدر دقیق. 63% کجا، 94% کجا؟ سر کاری خانم؟ یه چیزی گفت که دیگه کف کردم. گفت شوهرم امنیت شغلی نداره. راست میگه. کی حالا امنیت شغلی داره؟ نفر بعد. ببخشید. نگارنا بود تک تک بیاد. نه اینکه غریبه نیست. ببخشید. جوس جدیدته؟ بله؟ نه بابا. همسایه همونه. نیازت بسی دفعه پیشه. خب. یه 5 تومن دیگه بذاروش. به زودی داره سایت اینترنتی من باز بشه. را که افتاد راحت‌تر میتونی وقت بگیری. چه خوب. را که افتاد آدرس رو برای مشتری ثابت هم اسمس میکنم. در ضمن اگه تا یه ماه دیگه وقت میخوان همین الان باید بگیری. چون تا 45 روز دیگه دارم میرم تبت. خلاصه یه مدتی نیستم. خب. نیت کن این رو سه قسمت بود. عجب. هنوزم نگران تموم شدن اون رابطه ای نه؟ آره. کدوم رابطه؟ ای بابا، من که گفتم تک تک بیم. خواهی ناراحتی، من میتونم برم بیرون. نه بابا، راستش بیشتر این آقا ازتون سوال داشت، برای همین هم اومدیم اینجا. پس چرا وقت منو تلف میکنی عزیز دل؟ زود جاهاتون عوض کنی. اول نیازتو بده. من که بهتون دادم. نه دیگه، هر کی باید نیاز خودشو بده، وگرنه تاروتش بی اثر میشه. چشم. ببخشید، فقط قبل از اینکه نیازمو بدم میخواستم یه مقدار با این کار آشنا بشم، چون اولین بارمه، بالاخره باید مشتری بشیم دیگه. این کارو با رمالی اشتباه نگیر. تاروت یه هنره، یه پیشگویی الهام بخشه. یعنی شما معتقدین که فالگیر نیستی؟ به چه دردت میخوره این سوالا؟ سوال اصلی زندگی تو بپرس. خب سوال اصلی زندگی من همینه، شما فالگیر هستین یا نه؟ اجداد من از کلیای اروپایی بودن، تاروتو از مصری ها یاد گرفتن، منم دارم راه همونا رو ادامه میدم. یعنی شما از اروپا اومدین اینجا دیگه؟ از کجاش؟ از هر جایی که اومدم. میخوای فالتو بگیرم یا میخوای وقت تاروتو طرف کنی؟ ببین اگه 100 میلیون تومنم بدی، من دیگه فالتو نمیگیرم. میدونی چرا؟ چون به تاروت ایمان نداری، صمیمیت نداری،
میدونی چرا؟ به خاطری که جرأت نداری فالتو بگیرم، میترسی دستت رو بشه. برای همینم سوالای بی ربط میپرسی. من سرم خیلی شلوغه، وقت اضافی واسه این کارا ندارم. ببخشید، من یه حساب سرانگشتی کردم، دیدم درآمد یه روز شما از حقوق یک ماه من خیلی بیشتره. خب برو یه کار دیگه واسه خودت دست و پا کن. شما مثلا غیبگوین دیگه، به نظرتون شغل من چیه؟ شغل تو فضولیه، سرک کشتن تو کار این و اونه، برای همینم هیچکی ازت راضی نیست. بله اینو خوب اومده، من یه خبرنگارم. نسیم خانم دست نانت درد نکنه، حالا دیگه برای من خبرچین میاری؟ لغو پس فردا برام پاسبونم میاری؟ حقش بود قبلش بهم میگفت، من خیلی کار دارم، باید برم. لطفا دیگه سراغی هم از من نگیرید. ببخشید خانم، من واقعیتش یه مشکل برام پیش اومده، میخواستم کمکم کنی. ببین اینا همه دروغه، الکیه، آره خرافاته. حالا که نوبت به من شد، نوبت به من شد شد خرافات. نسیم خانم، حالا که این کارو با من کردی، بخت تو اینو به هم میبندم تا دیگه نتونیم به هم برسیم. بخند آقای خبرنگار، بخند که به هم میرسیم. شما آنچرا که در روزنامه اتان گفتی آن چیزی نیست که معرفی میکنی. آن نفر اصلی را معرفی کن. آن نفر اصلی را معرفی کردی؟ کردی، نکردی میری آتونک میخوری. دیدی با این مادام بدبخت چی کار کرد؟ دوستی 15-16 ساله منو به باد فنا داد رفت. همینو میخواستی؟ شما حالتون خوبه؟ منیجه کجاست؟ منیجه تو خونه من چی کار میکنه؟ خودم از پنجره دیدم اومد تو. آقای محترم اگر اومده تو باید بیاد منزل شما. تو منزل من چی کار میکنه؟ ببین خانم، من از قایم موشک بازی خوشم نمیاد. اگه اینجاست بگین گورشو گم کنه بره. بفرمایید تو بریم بگردین. برادر من، آدم وقتی وارد خونه نامحرم میشه یه یالای چیزی. ببخشید یالا، منجه خانم اینجا نیستن؟ آیکیو، آدم سراغ زن سابقش از خونه رقیب میگیره. توهم چی کرده؟ من خرم. یه چیزایی میبینم خوبم نیست، مثلا منیجر رو فکر میکنم هی جلو چشم داره رژه میره. فکر نمیکنی شاید به خاطر این باشه که خیلی به منیجر فکر میکنی یا اینکه هنوز بهش علاقه مندی؟ نه بابا اصلا نه، مثلا اسمش میاد کهیر میزنن. به هر حال دارواتو قطع نکن، این توهماتی هم که میبینی جزء مراحل درمانه و کاملا طبیعیه.
بفرمون، دستون درد نکنه. خیلی خوش اومدی. چرا زحمت کشیدی؟ بخبه این آشغالا چی هم میخوری؟ آره دستباخت مامانمان که خیلی بهتره. معلم، غذا نداشتم. خیلی ممنون. سراغی از مونس نمیگیری؟ مگه چیزی شده؟ دکترش گفته که دیگه نمیتونه براش کاری بکنه. شما مگه من بهتون نگفته بودم تنهایی نریم بیرون؟ نگرانم شدی یا؟ نه ترس بابا، تلفنی پرسیدم. گفت تنها راه حلش اینه که برش گردونیم سرزمین مادریش. اونجا شاید یه جفتی برای خودش دست و پا کنه، حالش خوب شه. آجاس یه پرنده فروشار هم داد، گفت اگه خواستین میتونی براتون یه کاری بکنم. چی کار؟ پرنده فروشه مثل این که تو کار قاچاق پرنده است، یه پولی میگیره با این کشتی هندی که از خلیج میرن ردش میکنه. خب اگه یارو پول رو گرفت مونس هم سر برنسگرد چی؟ ممکنه این کار بکنه، ولی من یه دوستی دارم توی هندوستان که میتونیم بهش بگیم ببره بده به اون. چرا با پست نفرستیم؟ فکر اینجاشم کردم، ولی پیچ شرکت پستی قبول نمی کنه. برای این آنفولانزای مرغی برگرفته از خوکیه چیه؟ ای آه همون، پست کردن پرنده ممنوع شده، حتی با مسافرم نمیشه فرستاد. وای سلام آقا. سلام علیکم. بفرمایید. صحبت کنید. با کی؟ تلفن دیگه. کدوم تلفن؟ دکتر میرزایی معرفی کردن شما رو. آه همون توتی هست؟ افتاده به پرکنده؟ خیلی تناس کنیسی؟ این نه، این باش برخورد شده بود، افسردگی گرفت. دکتر گفتم که باید بفرستینش جایی یه جفت خیلی خوب براش پیدا کنیم انشالله. مثل هندستون. اصلا همین هندوستان رو گفتم. باشه، من این کارو بسیده رو انجام میدم، اونتا خرجش بالاست. چقدر مثلا؟ اندازه این که یه آدم رو بفرستم اون برای من. آدم هم قاچاق میکنی؟ تقره که دومد نه؟ نه بابا، من تو کار پرنده های شکاری هم، عربا عاشق پرنده های شکاری هم. بدم خدمتون؟ نه چقدر الان جدا؟ $1,000. آقا چه خبره مگه؟ تبرم تو قاچاق هم اومده. خب بعد ضمانتش چیه؟ حرف من این ضمانت دیگه. حرف من ضمانت نیست؟ ما توی هندوستان با یه نفر هماهنگ کردیم اگه توتی بهش برسه اون موقع
از ما پول شما رو میدیم، قبلش نمیدیم. نصفش اول میگیرم. مجبوریم بدیم. خب قرارمون که هفته بعد همین روز ساعت 7 صبح دیر بیان میافته یکی دو ما بعد. آخه این کسی هایی که آدم و پرنده قاچاق میکنن هر دو سه ماه یه بار میان میرن. توتی اینجا بمونه؟ نه این بمونه همه اینا میرن تو سرش، مثل این مریض بشن میافتن. اینو باید ببریش بندر کنار خلیج فارس تحویلش بدی، پولش هم همونجا تحویل بده. ببخشید یه لحظه. ببین این خلوچلاس میشه بهش اعتماد کرد؟ الان دیگه به خلوچلا بیشتر میشه اعتماد کرد. بعدم یارو اگه کلکی داشت اولا مونس رو پیش خودش نگه میداشت، بعدم میگفت پولو بدیم به خودش. باش آقا بری اونجا یه قایق میاد دنبالش، نگران نباش، رقص با من، برو خیالت جمع. ممنون، با عزتون، خداحافظ شما. آقا چی میل داری شما؟ فعلا یه آب معدنی فقط؟ آره منتظر کسی. چشم. داشتم میگرفتم. ببخشید دیر کردم. مجبور بودم از کوچه پس کوچه بگم مطمئن شم کسی تعقیبمون نمیکنه. چیه مگه چیزی شده؟ نگران نباش. دادسرا منو تو جریان مشکل تو قرار داده. آب خدمت شما. چیز دیگه میل دارین شما؟ نه خیلی ممنون. شما قربان. چای لطف. چی میگی تو؟ یارو مشکل من شد؟ آقا جان من میدونم این مشکل هممونه. ولی فعلا راه حلش دست توئه. یعنی چی؟ یعنی که آدرس این یورو رموله رو بدی که درد سر درست نکنن. خب بده قانه قضیه رو بکن دیگه. چطور آدرسی تو رو بدم؟ خوبه؟ ببین من یه اشتباهی کردم ولی تو هم تشویقم کردی، پای تو هم گیره. چرا گفتی تو روزنامه رام ندن؟ این یه دلیل دیگه داره. چی؟ روزنامه داره فلج میشه، چاپخونه همکاری نمیکنه، توضیح کننده ترسیده، بابا یه جوری برخورد میکنه انگار روزنامه توقیف شده. تلفن های تهدیدآمیز به روزنامه زیاد شده، همشون هم مخالفین همین رمالن. آقا یارو زنگ زده گفته تو اگه پاتو بذاری تو روزنامه اونجا رو منفجر میکنه. حالا نمیخواد نگران باشی، پلیس گفته از راه دور نامحسوس ساختمون روزنامه رو تحت نظر داره. ولی تو هم یه مدت اونجا آفتابی نشو دیگه، کار داشتی زنگ بزن. ها باش. بیا اینم آخرین حق و تحریرت. آخری یعنی اخراج دیگه. تو آدم باهوشی هستی، حتما میدونی چجوری از این مخمصه در بری. خداحافظ. خداحافظ. نفهم عوضی. باقا چهار خیلی ممنون. چایی ما به شما سرد نشه. منیجه کو؟ با خودت نیاوردیش؟ بالاخره تو هم فهمیدی چه جور جونه بری. آره چرا تعقیبم میکنی؟ اومدم به خاطر چایی ازت تشکر کنم. دروغ نگو. خیلی خوب داد نزن تا بهت بگم. حالا خب بگو چرا تعقیب میکنی؟ من داشتم تو کافی شاپ روزنامه تو ورق میزدم اما دیدم قسمت بعدی مطلبت چاپ نشده، اومدم بپرسم چرا. اون زخرف نگو، پلیسو خبر میکنم. داد نزن، آروم باش تا بهت بگم. من که میدونم چی تو رو فرستاده، برو بهش بگو من دیگه خربشو نیستم. راستش من نمیدونم تو کیو میگی، ولی اگه واقعیتشو میخوای من همون دعانویسه فرستاده. برو عزیز من، زن سابقم تو رو فرستاده، چند بار باهاش دیدمت. ما هم از طرفدار اون دانویس هستیم. دانویس کدوم خریه؟ دانویسی وجود نداره. وجود داره، من از طرف اون اومدم.
ببین برو به منیجر بگو دیگه کسی رو بر من واسطه نفرسته، من دیگه خربشون نیستم، بین ما هر چی بوده تموم شده رفته. منیجر دیگه کدوم خریه؟ من اصلا یه شخصیت مهم اومدم پیش تو. راست صحبت کن میگم، میذارم تو دهنتا. ببین جناب دانویس طرفدار زیاد داره، اینی هم که میگه حتما از مریداست. به هر حال اگه بخوای میتونم ببرمت پیشش، وگرنه همین الان میتونیم مثلا دیگه خدافیزی کنیم. خیلی خوب، وایس آقا بده شماره شو آدرسشو بده من خودم برم. شماره شو بد نمیدم، ولی اگه بخوای میبرمت پیشش. بریم کجا باید بریم؟ همین جوری که نیست. رفتن پیشمون یه آدابی داره، یه ساعت خاصی داره. چه ساعتی؟ بگو. نصف شب هر وقت بهت اس ام اس دادم بیا بیرون. تو مگه شماره تلفنمو داری؟ تو مثل که خیلی ما رو دست کم گرفتی. آدرسمو چی؟ آدرسم هم داری؟ این تویی که آدرس ما رو نداری. آقا میشه من با کسی بیام تنها نیام؟ مثلا کی؟ هر کی، به هر حال چون احساس امنیت نمی کنم تنهایی بیام. ببین اگه منظورت نسیمه باید بگم زیاد زحمت نکشون، الان پیش ماست، اونو گرونه گرداشیم تا مطمئن بشیم میای. اگه چون این دختره برات مهمه بی خودی پای پلیس هم وسط نکش، فهمیدی؟ بله مهمه. نسیم کجاست؟ بیا تا بهت بگم. کجا؟ بیا. سلام. چیه؟ نه نه بند آقا، چشم نه بند نبینیم راحت تر.
کجاست؟ داره به من پدر سوخته. تو ما را قبول نداری ها؟ شما فکر کردی رمالی وجود نداره ها؟ تو خجالت نمیکشی که جناب جادوگر رو انکار میکنی؟ جادوگر؟ اگه قبول نداری پس این کیه؟ ببینش، این همون جادوگریه که قبولش نداشتی. ببین، ببین. راست میگه. از وقتی پزشکی قانونی بیماری روانی شما رو تایید کرده، قاضی دستور داده تا قرار من تعقیب شما رو بهتون ابلاغ کنم. اینهاش. دیگه نگران نباش، مردم دیگه دم در روزنامه و اصلا کسی دیگه گوله این مزخرفات رو نمیخوره. ما هم از فردا دفتر روزنامه در خدمت تو هستیم. تشریف بیارید. صد تا آگاهی مردم بالا رفته. ما هم دیگه نگران نیستیم. ازت میخوام زودتر خوب شی برگردی به این قسمت آخر رو بنویسی، توش بگی همه این حرفا چرنده. نگفتم نوبت خنده من هم میرسه؟ بله اگه راستشو بخوای تو استعداد خوبی برای کاسبی داری. میگم روزنامه نگاری رو ول کن بیور دست خودم. آقای احسان، این فال و فالگیری رو زیاد جدی نگیر. اینم یه سرگرمیه برای ما خانوما. چقدر دیگه وایسیم تو آشپزخونه عدس پلو و باقالی پلو درست بکنیم؟ راست میگی،
تو میگه به چکار کنه؟ کلکی یه لقمه نون کفتیه باید بیار برو بره پیشتلاچه. پاشو دیوونه، مونس حالش خیلی بده. برو براش یه ماده پیدا کن که حلاکه. یادته روز آخر بهت میگفتم بالاخره حرفای منو باور میکنی؟ شوخی کردم. جادو جنبل اصلا وجود نداره. من با این حرفا فقط میخواستم خودم رو واسه روز کنم. خره. خرچی آقا. تو خودت جادوگر اصلی هستی. یا برای تو کندم. سلام. مگه نگفتم چیزی نیاریم بالا؟ یکی فرق میکنه، خودم درست کردم. ناراحت نشینا، من چیزی که از پایین بیاریم بالا نمیخوام. ببخشید. واقعا که یه کارو بگی منم جزء اونام دیگه. اونا کیان؟ مگه نمیگی توهم دروغه؟ بابا شما آخه یه چیزایی میگین که من واقعا روحم ازشون خبر نداره. میگین دست و پای منو بسته بودن، گروگانگیری کرده بودن. اینا همش چرت و پرته. اینا چی؟ اینا هم چرت و پرته این زخما. اینا واسه اون کتکی که میگی خورده این نیست، واسه اون تصادف است. چه میدونم. من دیگه به شما هم شک دارم. ببخشید. حالا خوبه شانس آوردم اون شب منو تو اون مجلس قضاییه ندیدی. وگرنه الان یکی از اون فوق اجنه ها بودم. راستی چرا یه نگاه به گوشیتون نمیندازین؟ از اون اسمس هایی که اون یارو بهتون داده تلفنشو بردارین، یه زنگ بهش بزنین ببینیم طرف کیه. نه منم نگاه کردم، یه نفر همهشو پاک کرد. منم میام. کجا؟ اونجا دوره، نمیتونیم بیان. شما خودتو ناراحت نکن، من مامانم رو راضی کردم. تا حالا 100 دفعه بدون مادرم رفتم مسافرت. خب این یکی نمیشه، فرق. آقا احسان، من تا آخرش باهاتون. حرفتو باور کنم. چه کاری بود کردی؟ دیدی چقدر خوشحال بود؟ دیگه به ما احتیاج نداشت. خب این کار همون شهر خودمون میکرد دیگه، این همه رو تا اینجا نمیومدیم دیگه خنگول. نه بابا، تو تهران میمرد بدبخت یا مثل ما خول میشه. اونجا دیگه نه جای اونه نه جای ما. پس دیگه به قفس هم احتیاجی نیست دیگه.
تهرانی ها شما این؟ آره دنبال توتی اومدی؟ زیاد که معطل نشدی؟ نه نه به موقع اومدی. توتی ها اینه؟ نمیشه ما رو به جای توتی ببری؟ چی داری میگی؟ حالا بهت میگم. آره؟ به ما گفتن توتی نه آدم. آدمی دیگه. بله مثل شما خانم. به ما گفتن آدم هم قاچاق میکنی. گوه خوردم. کی گفته؟ میگن دیگه. آره یه وقتا یه کارهایی میکردی. الان هم درد سرش بیشتره. پولش هم بیشتره دیگه. باشه میدیم. یا. یا. بفرمایید خانم. بفرمایید. یا. اسید. بیا بیا. من نمیام. بیا دیگه مگه نگفتی تا آخر خط با همی بیا؟ آره گفتم ولی من فرار نمی کنم. بابا مگه ندیدی سر مونس چه بلایی اومد؟ تهران نیدی چی شد؟ من نمیام. این دفعه رو دیگه من باهات نیستم. مطمئنی؟ آره. خیلی خوب. بریم آقا. بریم خانم نمیام. برو آقا روشن. ببخش. سریعتر اگه بریم ممنون میشه. بریم آقا روشنش کن دیگه. بریم میریم آقا. ترسو 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 ضعیف دیوونه.